رسیدم در چند دقیقه. ولی قبل از اون بذارید که یاد بکنم از ژاله اسلامی و تشکر بکنم از بنیاد ژاله به خاطر اتفاق خوب و راهی که گشودن برای استعدادهای جوان و شعرهای جوان. من مطمئنم که ایار جاله اسمانی من برخلاف دکتر کریمی حکاک و آقای خانی و خیلی از دوستانی که نشستن آقای پرد و دوستان بنیاد ژاله متاسفانه هیچ وقت ژاله رو از نزدیک ندیدم، ولی همینقدر کافی برای من که جاودانه بشه یادش برای در واقع بنیان گذاشتن این بنیاد و کمک کردن به شاعران جوان برای اینکه راه خودشون رو شروع بکنن و حالا ادامه بدن به شکلی، مخصوصا شاعرانی که امکان ادامه زندگی در ایران رو ندارن به دلیل مختلف مهاجرت یا تبعید. تشکر میکنم بابت این کمک ها و همراهی ها و از دکتر کریمی حکاک که استاد عزیز من هستن و ازشون بسیار آموختم در این سالها که لطف کردن واقعا و به من گذاشتن برای معرفی کتاب در واقع صحبت کردن هم به 88 و مهمتر از اون پیوند در واقع دیدن و گذاشتن این کتاب در یک تاریخ پیوسته در سالهای بود در سنت ادبیات فارسی کلاسیک و بعد نو که لطف کردن و صحبت های خودشون رو بدونم و به نظرم خیلی درخشان بود. اجازه بدید من قبل از اینکه فقط وارد صحبت بشم یه تشکر کوتاه بکنم به انگلیسی از چند نفر از بچه های آکسفورد که لطف کردن و اومدن. I really appreciate that you came here. Some of them are my students. They learned Persian with me, so it means a lot that you're here, and I do hope that you understand and you can follow what I'm saying. I'll switch to Persian. از من خدمت شما که من خیلی فکر کردم به اینکه توی برنامه نمایی مثلا شاعری که هنوز مطمئنم نیستش که شاعر هست یا نیست، حالا واقعا این تعارف نیست، این نیست که بهتون میگم که من واقعا نمیدونم که الان اسم خودم میتونم یه شاعر بذارم و بگم که مثلا یه جایی بعض وقتی که میگه ایشون شاعرن شعر می‌نویسن یه این ترسانی من مطمئنی مثلا میخواین حالا یه چیز دیگه بگین قبلش من با اون شاعر معرفی نکنم که چیز ترسناکیه. واقعیتش اینه که یه وقتایی آدم احساس میکنه که این چیزایی که نوشته اصلا شعر نیست و به درد نمیخوره و یه شبیه حتی فکر میکنه که کاش این چیزی که نوشته رو پاک کنه یا بسوزونه. بعد اتفاق میفته که مثلا یکم زمان که میگذره میبینه که به همون چیزی که نوشته دلبستگی پیدا کرده و براش معنی پیدا کرده. مثل بچه ها شدن، یه سرشون بچه های حالا خیلی متوسط هستند، بعضیشون بچه های خیلی پخصی هستند، بعضیشون میمونن تو خاطره آدم و تکرار میشن. خلاصه تجربه جالبیه این تجربه شخصی شاعر با شعرش و همیشه هم لزوماً تجربه مثبتی نیست. خیلی وقتا واقعا دردناکه که آدم ببینه که شعری رو نوشته که نوشته و خوش میفاش نمیدونشم یا خلاصه همه اینا. الحمدلله که شروع شده من گفتم اول جمعه رو که استرس رو میخواهد چی میخواهم باید بگم. تو مسیر که داشتم بیمدم داشتم فکر میکردم به اینکه الان دارم میرم مراسم رونمایی کتاب شعرم و اینها چه حسی دارم راجع به این ماجرا. خیلی دلم می‌خواست، خیلی دلم خلاصه تصمیم گرفتم هیچ ننویسم، من توی صحبت کنم. خیلی دلم می‌خواست که مادرم امروز اینجا می بود و خواهرم خیلی دوست داشتم که توی مراسم حضور می‌داشت، پدرم. رسیدم از این حس به حس در واقع این زخم دوزیست بودنی که دوباره دهان باز کرد که مثل یک حالت یک وزق غمگینی بودم که توی این اتوبوس نشسته بودم داشتم میدم به اینجا که جشن بگیرم در خارج از مرزهای فارسی زبان در واقع کتابی که به شعر به در واقع کتاب شعری که به زبان فارسی و شعر شاید شخصی ترین و نزدیک ترین تجربه باشه به شاعر با اون زبان مادریش و اینکه این تجربه رو شما یک جایی خارج از اون مرزهای زبان مادری جشن بگیرید خیلی تجربه عمیقا دردناکیه.
ولی در این حال خوشحالم. خوشحالم که چهره های رو میبینم در بین جمع که تک تکشون برام تداعی کننده ایرانن و دیگه واقعا فرق نمیکنه خیلی که کجا باشی، اینجا باشی یا جای دیگه. با هم حرف میزنیم به هم زبان و در مورد چیزی که ما رو وصل میکنه، تجربه و خاطره که ما رو وصل میکنه به اون سرزمین. دومین بچه این دوزیست بودن هم علاوه بر حالا دوزیستی جغرافیایی، این دوزیست، حس دوزیست بودن یکی من دارم نسبت به دانشگاهی بودن و آکادمیک، در واقع زندگی آکادمیک و نوشتن شعر. این هم یک درگیری بوده که من سالهاست، حالا به طور خاص دو ساله که خیلی شدیدن از نزدیک باش درگیرم. و این شعر، یک شعری داشتم من به اسم شعر دوزیست که یکی دو سال پیش نوشتم، چند بیت شعرتون میخونم. دوزیست یعنی اینجا کم است یک چیزی، میان خاطره ها مبهم است یک چیزی. دوزیست یعنی آنجا شبیه یک دریاست، کبیر فاجعه بیکران ماهی هاست. شبیه آدم برفی، شبیه بستنیه، شبیه رابطه های کج گسستنیه، شبیه حلقه زنجیرهای پاره شده، شبیه شعر بزک کرده استعاره شده، شبیه لحظه پرواز و بغض یک چمدان، شبیه حسرت پرواز تا ابد تهران. حالا این وجه دوزیست بودن جغرافیایی که گره خورده به دوزیست بودن آکادمیک، جنون و عقل حالا به یک معنی، یا در واقع این حسه که هم شاعر باشی و هم راجع به شعر بنویسی، یک مقداری درگیری رو تشدید کرده که امیدوارم هنوز جواب براش ندارم. فقط اینکه چطور میشه دو تا رو با هم جمع کرد، هنوز به سوالی که من به طور خاص از دکتر حکاک خیلی دارم یاد میگیرم، نگاه به شعر رو به عنوان کسی که خارج از شعر نیسته. در واقع کار برای من سخت‌تر میکنه چون من در داخل شعر، در داخل حوزه شعر پس میکشم. این دغدغه‌هایی بود که میخواستم در میون بذارم اینجا، فکرم شاید جاش بشه که راجبش حرف بزنم. راجب کتاب 88، اینکه چرا 88 واقعا؟ یعنی چرا یک عدد، چرا یک سال، چرا زمان یک مقطعی شده و یک دغدغه عنوانی شده برای یک مجموعه شعر که احتمالاً خیلی واکنش‌هایی رو هم برخواهد انگیخت. به طور خاص اینکه مثلا چرا اینقدر این سیاسی بودن این مجموعه، یا یک اتفاق سیاسی، یا حداقل اتفاقی که سیاسی تعبیر شده به عنوان یک مجموعه شعری انتخاب میشه، یا اصلا این شعر سیاسی، مخصوصا کسانی که طرفدار شعر ناب یا پیور پوتری هستن، آیا اینها واکنششون به همچین شعری چی خواهد بود؟ واقعیتش اینه که حالا اول اینکه 88 به عنوان یک عدد من رو یاد کلاس ریاضی میندازه، زمان بچگی من از ریاضی فراری بودم، واقعا شبای امتحان ریاضی بدترین شبای زندگی من بود. هیچ وقت با عدد و رقم و این چیزا سرکار نداشتم. بعد موقعی که این کتاب در اومد و دست من رسید، نسخه اولش برام یک عدد بود، من این ذره و بعد به شعر گرفته بود، احساس کردم که چه جالب، گاهی وقتا پیوندهای در واقع اتفاق میفته تو ذهن آدم، در واقع چیزی که میترسی، زمان چیزی بوده که من همیشه ازش میترسیدم و میگریختم، از این گذر عبور کردن، از پیر شدن و به سمت یک آینده نامعلوم میرفتن، و این زمان خودش رو خیلی به شکل غول‌آساتری به من نشون داد موقعی که من پذیرفتم دو سال پیش که من دیگه نمیتونم فعلا حداقل تا این چند سال به ایران برگردم و همه اینها. ولی حالا اینکه چرا 88 واقعا که گذشته از اینکه زمان حالا در گلاویز بودن مدام من بودم، خیلی هایی دیگه کنم آدم ها با معمولای زمان، که این عدد برای خیلی از ما عدد مهمیه، مثل تاریخ هجرت میمونه یه جورایی مثلا، یا تاریخ گسستگی و در این حال شکل‌گیری یک پیوستگی، یک جمع جدید. آدم هایی که تو همین 4 سال پیش 5 سال پیش هم دیگه نمیشناختن، آدم هایی که واقعا کنار هم قرار نگرفتن، هیچ وقت فکر نمی کردن که بتونن با هم خاطره مشترک بسازن یا با هم نزدیک بشن، در کنار هم قرار بگیرن، یه تجربه ها و یه داغ‌هایی که ما با هم دیگه تجربهشون کردیم و توی کتاب ازشون یاد شده و اینها ما رو به هم پیوند داده. به طور خاص میگم مثلا میخوام اشاره کنم که تو بریزی هم به شعر بزنم در این بین،
من متولد سال 1362 هم، حالا چون شهریور هم هست فکر کنم جا داره اینجا یادی هم بشه از تابستان سیاه 67 دهه 60. یکی از اتفاقاتی که به عنوان مثال بر من افتاد در طول این 4 سال این یکی شدن، حالا نه شاید ولی نزدیک شدن و شخصی شدن تجربه و داغهایی بود که در به خانواده کشته شدگان دهه 60 وارد شد. من این رو حالا با توجه به اون وضعیتی داشت بزرگ شده بودم و مدرسه ها و بعد هم دانشگاه ها و اینها هیچ وقت از نزدیک باهاش درگیر نشده بودم، اینکه یک نفر بچهش کشته بشه مثلا مادر سهراب عربی و بعد ندونه 16 روز که بچهش کجاست و بهش بگم بچه تو زندانه و بعد جسدش رو بهش تحویل بدم. اینا خیلی ملموس کردیم این در واقع چیزی که تاریخ که ازش مدام صحبت می‌شد، من واقعا نمی‌دونستم که چجوریه، یعنی مثلا یه روز میاد خونه میگن که بچه‌شون کشته شده، اونم آدرس قبلش افسانه سراییه، بعد فهمیدم که نه واقعا اتفاق افتاده. و بعد این ملموس شدن این تجربه برای من تو شعر اتفاق افتاد. یعنی یک شب و خیلی فکر کردن که من این شعر رو در واقع یک تجربه شخصی من بوده که جده شدش، اینطور نبود. کما اینکه بله در زندگی من هم خیلی اتفاقات زیادی در طول این چند سال افتاد، ولی این شعر رو من زمانی که می نوشتم صحنه‌ای که در ذهن من شکل گرفت، اتفاقی در ذهن من افتاد که به نوشتن این شعر ختم شد، همین در واقع این سایه سنگین تابستان سیاه در دهه 60 بود که منجر شد به نوشتن این شعر که براتون میخونمش. و نکته حرفی که میخوام بزنم اینه که این تجربه های زیسته نشده و زیسته در این شعرها به هم وصل شدن که فکر میکنم این اتفاق مهم بود تقریبا برای خود من. در را که شکستند در آغوش تو بودم، لالایی سرمازده در گوش تو بودم. در را که شکستند مرا سخت فشردی، در آن شب وحشت زده تن پوش تو بودم. زیر لگد و فوش تو اوریان و من اوریان، خونابه چکان تن بیهوش تو بودم. افتادی و آرام نگاه تو فرو ریخت، انگار که 100 سال فراموش تو بودم. وقتی که تو را بردند یک نغمه غمگین، دریای پریهای خاموش تو بودم. یک بغض ترک خورده آرام میان پرونده تا خورده و مخدوش تو بودم. هرچند تو را دار کشیدند عزیزم، در حافظه عکس هماغوش تو بودم. تو قبل از این که به سربازی بروی عاشقم بودی، تو بعد از این که به سربازی رفتی هم باز عاشقم بودی. سالها گذشته بود، من زن سرباز تمام دیگری بودم و از ترس سنگسار 6.5 سال فقط به هر سربازی که از کوچه ما میگذشت عاشقانه سنگ پرتاب میکردم. شعر بیگانه صفحه 48. من عاشق مردانی بودم که هرگز نمی‌شناختم. شعرهایم همه در وصف عابران پیاده‌ای بود که تنها در باران می‌گذشتند، با بارانی‌هایی که بوی بلوط سوخته می‌دادند. من عاشق مردانی بودم که همیشه جوان می‌مردند، خیلی جان. چشمهایشان در واپسین لحظات ناگهان خاکستری می شد. آنها هیچ کدام هیچ وقت لب نداشتند و آغوششان شبیه مکعبهای مقشوش و گیج با تصویر هیچ زنی آرام نمی شد. صفحه 44 شعر رابعه. و کبوترها رابعه، کبوترها دیگر به شانه های من اعتماد ندارند. دیروز یک نفر ناگهان مرد، شانه هایم لرزیدند
و کبوترها به گمان زلزله از آشیان گریختند. امشب مثل یک شهر خالی با خودم تنها ماندم. دانه پاشیدم. شاید برگشتم. شعر اسمش هست خونبها. چک چک چکید خون تو از دستهایشان. بر تکه پاره های تنت رد پایشان. زحاک های مار به دوشی که میخورند مغز تو را سه وعده به جای غذایشان. پیشانی کبود و سیاهی که سالهاست شربیست بر دلمویی و کبر و ریایشان. آن مؤمنان دوزخی تشنه بهشت که میدرند با دهن پارسایشان. تا از تن کبود تو شاید نواله‌ای بخشد به شرط یک تن دیگر خدایشان. گویی خدا و گورکن اینجا یکی شدند. از مزد خونبهای تو افزون بهایشان. ما گور میخریم و تو در گور میشویم. ما گور میخریم و تو در گور میشوی. با هفت سر زبان کش از اژدهایشان. بر سر رسید مرگ تو سنجاق میشود. خون عزیز و پاک تو بر دست هایشان. ستار نام دیگر سهراب و مصطفاست. هفتاد و چند لاله که خالی است جایشان. عاشقانه های پنج. پر کرده ام دوباره و می نوشم فنجان وصل خورده چایت را. تا در تنم دوباره بپیچانم یک لحظه باز حال و هوایت را. می آورم به سمت لبم بالا داغی هنوز و وسوسه انگیزی. می بوسد این دهان پر از شعرم آن چشمهای بی سر پایت را. می ریزمت به کامم و شیرینی. می بینمت به خوابم و رنگینی. گنج نهفته ای که نمی دانند این کاشفان خسته بهایت را. نامت درون سینه من رازیست. وقت عبور از لب تاریکی حرفی بزن عزیز دلم. بگذار تا بشنوم دوباره صدایت را. خالی شدم شبیه همین فنجان مثل همین دوشنبه بی حاصل. باری بهار معجزت طی شد. طوفان شکسته است عصایت را. مرداد میرسد که نباشی تو. مرداد فرش فاصله را رج زد. میخواست تا محک بزند انگار با قلدری عیار وفایت را.